کجان بروی جان شیری خوشد نزن بر سر ناتوان دست زور سریزی در و فیل پارش دور مگر که لاله بدانست زکای و زرسیها بزاد و بشد جام می به کف منهاد ای گدای خان قهبر جستی ندرجه مقام میدهد آبی که دلها را توانگر میکند دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند یکی آنکه اندیشت نخورد دیگر آنکه آموزش نکرد جان مشتاق سپند رخ خود میدانست واسش چهره بدین کار برافروخته بود دوش می آمد و رخساره برافروخته بود تا کجا باز دل غمزده فروخته بود دست آن شاخکشی و دیده شهرآشوبی جامعی بود که به اقامت او دوخته بود. ممنون عزیزم. ممنون رها جان، خیلی قشنگ بود، استفاده کردیم عزیز دلم. افتگونتم در نکنه. خب اون دختر رو شما اگه یه سری ابیات مثلا حفظ هستین یا کاری دارین در زمینه ادبیات، ما میتونیم مثلا کلاسمون رو اینطوری شروع کنیم. ممنون رها جان. خب للا خانم سوالتون چیه عزیز؟ خانم من تازه وارد شدم. خوش اومدی عزیزم. ما گفتیم رها خانم ابیاتی که حفظ بوده. سلام عزیزم. ابیاتی که حفظ بود برام خوب. خب حالا میریم سراغ حضور غیاب خانم. میخواستم بگم که من که الان مبصرم وبکم روشن کنم. بله خانم میتونی من تصویرامون رو بس کنیم روشن کنیم؟ بله میتونی همه تون رو بسید. میریم سراغ حضور غیاب. پس ما یه قراری هم که دوست خانم نماینده اجازه بدیم مبینا جا اجازه بدیم خانم نماینده و بقیه همسایه‌های مبینا جا اجازه میدی عزیزم؟ خانم میکروفونم بسته نمیشه. قرار شد که لنا خانوم تا آخر این هفته بشن نماینده و قرار شد شما هم اگه کاری صحبتی دارید کامل بذارید که ما متوجه بشیم با هم صحبت نکنید. خانوم ببخشید هفته قبل لنا نماینده لنا بودن تقریبا دو روز بود. خب بعد دیگه ما تصمیم گرفتیم یه هفته بشیم، گفتم دیگه لنا خانوم تا آخر این هفته بشه میشه یک هفته دوباره هفته آی اینطوری بهتره که اگه من سوالی چیزی داشتم مثلا لنا جون در جریان باشه متوجه بشم که مثلا اجازه بدید صحبت کنید اول کامنت بذارید خانم اجازه هر کی مثلا صحبت داره اجازه بزنه و من اجازه صحبت بدم. آقا خانم بفرمایید. متوجه نشدن یک خود بلندتر. سلام خانم صحبتون بخیر. سلام آبا جا صدات خیلی آرومه. لنا خانم، خانم نماینده شما متوجه شدین چی میگه؟ نه خانم من فقط یه صدای ویز ویز میشی میشنیدم چون آبا خیلی نباشه. صدات واضح میگه بهتره بنویسه. راست میگه بهتر یه کامنت بذاری برای ما ما متوجه. سلام خانم. سلام گل دخترها میریم سراغ حضور غیابمون. خانم رها کهرم که هستن درسته؟ بله. مبینا خانم هم که هستن بعد آبا خانم هم که هستن حراره خانم هستن بله آنیتا خانم سلام خانم خیلی مشکل دار حاضر. سلام کی دو ساجو شما گفتید رومیت مشکل خانم
اشکال نداره، حالا تونستی بیاری که درسته؟ بله الان تونستم. خدا رو شکر. نیکا جان، نیکا خانومی هستین؟ عزیزم نیکا خانوم هنوز نیومدن. مائده جان که زود اومدن. سلام خانوم، خیلیتون بخیر. حاضر. ممنون. مهسا خانوم، مهسا جان آقا درست شد؟ قرار شد با هم صحبت نکنید. مهسا خانوم آقا خانوم بله. هلنا خانوم، هلنا جان حاضر خانوم. بله هلنا، هلنا نایمدن. رها رمضانلو، رها جان. خانم من گفتم حاضر. این که مهسا، مهسا مگه شما نیستی؟ من خانم، منم، منم مهسان با همی. چرا با هم هستی؟ باید جدا باید بتونسته شده بتونست بکنه. خب نتونسته. الان ببین هلنا شما داری صحبت میکنی درسته؟ بله. پس ببین که اسم مهسان زده باش که اسم خودت باشه. هلنا ان مهسان حالت بیسده. بچه سعی کنید با یه اسم وارد بشید و با اسم خودتون. هلنا جان الان شما خوبه اینجا اسم خودت رو سیو کنید. بعد رها خانم رمضان رو بودن. سدنا خانم، سدنا جان هستی؟ بله. فاطمه خانم هم که هستن درسته فاطمه جان؟ بله. نیلا خانم، نیلا خانم بله. درسا جان هم که هستن. اون دخترها ببینید الان هلنا هم که هستش سعی کنید باید، من نمیدونم چجوریه، با یه اسم وارد بشی و اسم خودتون که من اینجا میخوام حاضری بزنم اسمتونو ببینم، بعد اونطوری متوجه نمیشم. هر کی با اسم خودش وارد کلاس بشه. و اینکه الان خانم نیکا، نیکا جان هستی سر کلاس؟ نیکا عزیزم. بله خانم. نیکا هم هست اومده. خب اگه کسی سوال داره بالا دادم دیگه، بالاخره وارد شدم. خوش اومدی عزیزم. آره امروز بعضیا تعدادشون کم بود ولی خب خوشبختانه تونستیم بیام. خب گل دختران کتابای فارسیتون رو باز کنید. عزیزای من کتابای فارسیتون رو باز کنید. درس قدم 11 اینو میخواییم. این یعنی صفحه 48. بله صفحه 48. حالا عزیزایی که پیش ما هم گفته بودم توی خونه بخونی کنید، یعنی در باره پیش مطالعه داشته باشید و اینجا رو بخونید. حالا کدوم عزیز اینجا کامنت بذاره؟ عزیزایی که حاضرن بخونن کامنت بذارن که من متوجه بشم به نوبت بگم بخونن. خب لنا خانم شما شروع کنید بخوندن. لنا جان چشم. قدم 11 یکی بود یکی نبود، به جز خدا کسی نبود، زیر گنبد کبود. یک روز صبح زود، یک شیر بزرگ یک بچه کوچک به دنیا آورد. کجا؟ توی جنگل پر درخت؟ نه. توی یک غار بزرگ؟ نه. او بچه‌اش شد توی یک قفس در یک باغ وحش توی یک شهر شلوغ به دنیا آورد. ممنون. نفر بعدی خانم، من به ترتیب اینجا که داوطلب بودم. پرارین خانم، پرارین جا شما بفرمایید. چند روز گذشت، شیر کوچولو کمی بزرگتر شد. او هر روز شیر مادرش را میخورد. بارون او بازی میکرد، از سر و کولش بالا میرفت بالا میرفت. گاهی هم توی قفص را میرفت. از اول قفص تا آن تا آخر آن فقط ده قدم بود. شیر کوچولو وقتی 10 قدم جلو رفت سرش میخورد به میله های قفص و دم صدا میکرد و درد میگرفت. ممنون عزیزم. خانم بعدی فاطمه جان بخونم.
فاطمه خانم شما بخونید. خانم میگه اینجا ببینیم خانم من تنگ شدم بیرون چرا منو صدا کردم؟ نه یه بار دیگه از اول بخواستم بعد شیر کوچولو. شیر کوچولو خیلی زود یاد گرفت که بعد از قدم دهم دیگر جلو نرود. وقتی در قدم رفت لب مینشست و دست و صورتش رو میلیسید. نگهبان بقبش هر روز می آمد و در قفس را باز می کرد. برای مادر شیر کوچولو آب و غذا می گذاشت. بعد هم در قفس را می بست و می رفت. ممنون عزیزم. ممنون گل من. نفر بعدی هلنا خانم بخونم. هلنا چش خانم یک روز نگهبان به باغرخش یادش رفت در قفس را ببندد. در باز ماند و شیر کوچولو از لای در بیرون را تماشا کرد. بعد پایش را از قفس بیرون گذاشت و راه افتاد. در قدم رفت رسید به باغچه که بوته بزرگ گل یاس در آن بود. شیر کوچولو جلوتر نرفت. ممنون آنیتا خانم شما بخونید. آنیتا جان چشمال خانم قبل از اینکه بخونم یه چیزی بگم. من این داستان قدم 11 همون کتابشو دارم. شیر کوچولو دور جلوتر نرفت. او 10 قدم برداشته بود. خیال میکرد که قدم 11 هم را بردارد. سرش میخورد به لبه میله های قفس و دنگ صدا میداد. زیر بوته گل یاس میشست. برای خیلی عجیب بود چون همیشه 10 قدم که میرفت میرسید به میله های قفس، ولی حالا زیر بوته یاس پر از گل نشسته بود. ممنون خانم بعدی مائده جان بخونم. مائده خانم بود جایی که هیچ کس او را نمیدید. هر که فکر چیزی نفهمید. آن وقت سرش را روی دسته هایش گذاشت و خوابید. از آن طرف ماید جا دسته هایش نه دست هایش گذاشت و خوابید. از آن طرف نگهبان ماید جا عزیزم نگاه کن ویرگول داره. از آن طرف پس ویرگول چیه؟ مکسه. از آن یه مکس میکنیم دوباره بخون عزیزم. سلام خانم خیلی من دیگه اومدم. من نمیتونستم وارد رومیس باشم. بعد هلونا من تشویر زنگ زد و من از مورد هلونا گفتم حاضر. نگهبان از آن طرف نگهبان باغ وحش یادش آمد که در قفس شیرها را نبسته است. فهمید که چه دسته گلی به آب داده است. ممنون های باقی وقت همه ممنون مایده جا ممنون اشتر. نفر بعدی درستا خانم بخونم. خانم میکنم بخونم میخونی کامنت بذارم. محسن جان کامنت بذارم که من بدونم کیا میخوام بخونم. درستا جان درستا خانم آفلاینه. الو خانم درستا جا ادامهش رو بخون. مأمورهای مرمولک های باغ وحش همه جا را درستا جا این چی بود؟ مأمورهای درسته؟ بله ببخشید. مأمورهای باغ وحش همه جا را گشتند ولی شیر کوچولو را پیدا نکردند. فکر کردند حتما از باغ وحش بیرون رفته است. آن وقت گم شدند. شیر کوچولو را از رادیو به مردم شهر خبر دادند. مردم وقتی شنیدند گفتند چه خوب شد حالا شد.
که دنیا خیلی بزرگ تر از قفس کوچک است. مامورهای بالابخش ممنون عزیزم، خیلی ممنون. رها خانم بخونن. رها جان ادامه شو شما هم خبر کردن آنها همه جای شهر را دنبال شیرکی شروع بستن، اما او را پیدا نکردن. شیرکی شروع از این ماجراها بیخبر بود، چون قدم یازدهمی را بر نداشته بود. این زیر بوته گل یاس ممنون عزیزم. محسن بخونه. محسن جان شما بخون. چشم خانم، شیر کوچولو از این ماجرا نه خبر بود. مأمورهای خط بعدیشه. مأمورهای چشم مأمورهای بغبش و پلیس همه جای شهر گفتن، اما کوچولو را پیدا نکردن. آن باز هم الگاریوم مردم شهر دیفرداری در شهر نیست، اصلا به کور رفته از بخشه میدونه. ممنون محسن جا. سدنا خانم بخونم. سدنا جا. مردم از شنیدن این خبر خوشحال شدن و گفتن دیگر از این بهتر نمی شود. حالا شیر کوچولو می فهمد که روح چیست و آسمان چقدر بلند است و دنیا چقدر بزرگتر و قشنگتر است. قفس ده قدمی او است، اما شیر کوچولو هیچ کدام از اینها را نفهمیده بود، چون هنوز قدم یازدهم را بر نداشته بود. او زیر بوته گل یاس خوابه. ممنون عزیزم. ممنون سفنا خانم. مبینه خانم بخونم. مبینه جان. مبینه جان شما بخونم. مبینه سفنا خانم. نگهبان باقوش تا او را دید از خوشحالی فریاد کشید بالا و پایین دارید و همه را خبر کرد. چند دقیقه بعد از رادیو به مردم خبر دادن که شیر کوچولو به قفس خود برگشته است. به قفس خودش برگشت. مردم شهر تا این خبر را شنیدن با قصه گفتن که بعد که شیر کوچولو نفهمید که دنیا چقدر بزرگ و قشنگ است. ممنون عزیزم. ممنون گلم. نفر بعدی خانم
نیلا خانم شما بفرمایید بخونید. نیلا جان. نیلا خانم. خوبی عزیزم. میدونم میدونم یه دفعه نت اینطوریه اشکال نداره. عزیزم صفحه بعدی. حالا سالهای سال از این اتفاق گذشته است. بچه شیر بزرگ شده است و خودش چند تا بچه دارد، اما هنوز هم نمی‌داند اگر آن روز قدم لازم را برداشت در می‌داشت سرش به میله قفس می‌خورد. نمی‌خورد. هنوز هم نمی‌داند اگر قدم یازدهم قدم دوازدهم اینجاش یه خورده بذار من اینجاشو بخونم. نیلا جان، اگر قدم دوازدهم و بعد قدم های دیگر رو برمیداشت میتوانست تا کجا برود و چه چیزها ببینم. این روزها بچه های او هم قدم هایشان را میشمارند. قفسشان بیشتر از 10 قدم نیست. یکی از آنها همیشه سعی میکند سرش را از لای میله های قفس بیرون بیاورد. شاید او یک روز از قفس بیرون بیاید و 10 قدم، 11 قدم، 100 قدم و 1000 قدم جلو برود. شاید بچه هایش را توی کوه به دنیا بیاورند. درسته؟ خب گل دخترا، خانم تراره خانم. تراره اینجا. بله خانم. تراره اینجا. این داستان میتونه خلاصه برای ما بگی؟ کلا در مورد یه شیر کوچولویی بود که توی یه باغ وحش به دنیا اومده بود و دوست و هر وقتی هم که میخواستش راه بره همیشه سرش میخورد به میله های قفس. به خاطر همین یه روز نگهبان باغ وحش یادش رفت در قفس رو ببنده. به خاطر همین شیر کوچولو رفتش بیرون و از 10 قدم خلاصه بیشتر رفت. و شیر کوچولو بزرگ شد و بچه های خودش رو همون قفس به دنیا آورد. یکی از بچه هاشون هم سعی کرد که بیشتر از 10 قدم بره بیرون. خب حالا موبینا جان، موبینا خانم، شما بگو ببینم شیر کوچولو چجوری برگشت داخل قفس دوباره؟ علتش چی بود؟ موبینا خانم صدات نمیاد که به من بگو که چجوری برگشت به قفس؟ از این که بوی غذا رو شنید دوباره برگشت در جای خودش، این رفت به قفسش. قرار اینجا خانمی گل دختره میریم قسمت مثل که محسان سوال داره. محسان جا سوالتو بفرمای عزیزم. محسان خانم بفرمای. میخواستم بگم که خانم میتونیم بیاین هایلایتشون کنیم؟ هایلایت انجام میدادی دیگه. من نمیذارم، توی گروه میذارم. بعد من یه خواهشی از محسن و هلنا که دارم این هستش که فقط اسم خودشونو بذارم. الان ببین محسن که میاد زده محسن و هلنا، این زیاد قشنگ نیست گل دخترای من.
سعی کنید فقط اسم خودتون باشه، چون من متوجه نمیشم، فکر میکنم مثلا هلنا، بعد میبینم نه محسن داره صحبت میکنه. پس سعی کنید اسمای خودتون رو به صورت توی اون قسمت که باید سیف باشه، اسم و نام خانوادگیتون، یعنی نام و نام خانوادگیتون باشه، اسم دوستتون رو نگید که من متوجه بشم. ببین الان از دورسا میاد، زده دورسا صفتی، این خیلی قشنگه. یا سدنا میاد، سدنا اسم خودشه، یا رها کهرا، نام و نام خانوادگی یا اسمتون باشه. من این خانه بودم آوا، نه دیگه من میدونم آوا، یا اسم خودت یا هر جفتش، مثلا نام خانوادگی هم خواهشم گل دخترهایی که دوتا اسم هستن اونا رو پاک کنن، فقط اسم خودشون باشه. خب اجازه بدین ببینیم که سوال داره. سپنا خانم قرارشون هر که سوال داره یا دستشو بگیره بالا یا اینجا کامنت بذاره. سپنا جا شما بفرمایی سوالتون. خانم من میخواستم بگم میشه از منم بپرسیم؟ حتما ببینم درستا خانم شما سوالتون چیه؟ خانم میشه روحانی این درستم هم براتون بپرسم؟ روحانی؟ بچه ها یه سوال، یکی از گل دختره هم تو کلاس شما نیست، من تکلیف براتون گذاشته بودم. قرار اینجا گوش میدی عزیزم، تکلیف گذاشته بودم که فقط روحانی درس پنجم و قدم یازدهم باشه، یعنی روحانی کنی، یعنی در واقع هیچ تکلیفی نداشتیم. و یکی از دوستان روحانی صدا رو بفرستن، گفتم نه عزیزم من فقط گفتم روحانی کنی، درسته؟ وقتی همچی پیامی یا تکلیفتون هست یعنی فقط روحانی کنی. تو میدونستم هم امروز امتحان ریاضی داشتیم، هم به طول درسه دیگه هم داشتیم، درسته؟ آخی خواهد سدنا خانم، سدنا جان ما میریم سوال اول رو میخونیم، دوست دارم شما جواب بدید. خانم من دستم بالاست. درستا جان بگو سوال تو عزیزم. خانم میخواستم بگم که این رومیت هم منو پرت میکنه بیرون اگر وبکمم روشن کنم، و هم اینکه خانم من دیر اومدم نفهمیدم نماینده کیه. ببین نماینده خانم لنا خانم هسته، هفته پیشم گفتم که روز سه شنبه یا دو شنبه ایشون انتخاب کردم، بعد با خودم هستم فکر کردم درست جا، گفتم چه بهتره که نماینده من یک هفته باشه که منم باهاش در تماس باشم. الان میخوام مثلا وایس داستان خانی مشخص کنم، خانم نماینده می نویسه گوشه دفترش، مثلا من بعدا که بهش وایس میدم میگم خب لینا تو امروز کیه به من یادآوری کنه، یه وقتا مثلا من یادم میره. به خاطر همین گفتم نماینده اون یک هفته باشه و لینا خانم زحمت میکشه، ما ازش خواهش میکنم تا آخره اجازه بدیم، تا آخره این هفته لنا خانم میشه نماینده ما. هفته آینده هر که انتخاب میکنم شرایط اینطوریه، تا آخر هفته میشه نماینده. خانم باشید من شنبه براتون بفرستم، چهارشنبه خیلی تکلیفم زیاد. حالا من مشخص من یه خبر خیلی خوب رسید، بعدش من داشتم از ذوق میمردم نگفتن یادم رفت. اشکال نه. خب ستنا خانم شما سوال اول خانم ما بخونید، اجازه بدید پرسش‌ها رو جواب بدیم. امروز من وایس داستان خانی مشخص می‌کنم و دوست عزیزمون لنا جونم یادداشت می‌کنه که ازش بپرسم می‌خوام کیا هستم. خب بچه‌ها سوال اول میگه که سدنا جونم راجعش فکر کرده، حتما میگه شیر کوچولو برای اینکه سرش به میله‌های قفس نخورد چه می‌کرد؟ سدنا جان به نظر شما فقط در قدم میرفت، چون اگر بیشتر از در قدم میرفت سرش میخورد به میله های قفس و جیغ صدا میرفت. آفرین، پس دخترای گل من متوجه شدین دیگه، چون ایشون فهمیده بود که فقط باید 10 قدم بره، اگر بیشتر میرفت سرش میخورد به کجا؟ به میله های قفس، درسته؟ قفس و جیغ صدا میرفت. آفرین، یه جیغم صدا میداد. خب اجازه بدید من اینو بیارم که شما بنویسید که چی باید بنویسید. خب شما همه بنویسید او خیلی زود یاد گرفت، جواب این سوال رو بنویسید. بعد بچه ها یکی از دوستاتون گفت خانم ما اینو کجا بنویسید؟ گفتش که موبیل دارم، من اینو خطش کنم.
خب دختر برای اینکه بچه های اینجا جا نمیشه میبینید؟ حالا که جا نمیشه شما میتونید یه برگه از دفتر مشقتون بکنید بعد اینجا بچسبونید با یه چسب نواری یا چسب ماتیکی بچسبونید به این حاله که اینجا برگرده که بتونید کتابتون راحت بسیاره درخت بزنید بعد اینجا بنویسید مثلا اینجا بنویسید جواب سوال یک جواب سوال دو که کتابتون زیاد شلوغ هم نشه خب این قسمت گل دختر رو بنویسیم جواب سوال یکتون میشه فعلا رو برگه بنویس بنویس مثلا یک جوابش اینه بعدا که کلاس تموم شد بچسبون اینطوری بهتره شما توی برگه جواب این سوال رو بنویسیم جواب سوال یک میشه او خیلی زود یاد گرفت اونا یکم به صورت پرد شدن از کلاس بیرون من اینا رو پی دی افش رو توی گروه میذارم اصلا نگران نباشه پس اون خیلی زود یاد گرفت که بعد از قدم دهم بعد از قدم دهم دیگر جلو نرود پس او خیلی زود یاد گرفت که بعد از قدم دهم دیگر جلو نرود وقتی جلو نمیرفت چی کار میکرد؟ مینشست و دست و صورتش را میلیسید پس شد که او خیلی زود یاد گرفت که بعد از قدم دهم دیگر جلو نرود و مینشست و مینشست دست و صورتش را میلیسی درست شو خب بیریم سوال دو گل دختر را نوشتیم اگر هم نمیشه من دیگه لحظه سب کنیم بله من دارم حالا میگه جلو نرود و چی مینشست و مینشست دست و صورتش را میلیسی درست شو من اسم را بکنم بیان سوال دوم چرا دیدن بچه اینم هر کی بلده اینجا کامنت بذاره اون جواب بده چرا دیدن بوته یاس برای شیر کوچولو عجیب بود فاطمه جا شما بگو عزیزم حالا من بگم فاطمه نه قرار شد کامنت بذارید اینجا فاطمه جا شما بگو خانم چون توی قفس بود و بعد از قدم دهم نمیتونست بره جلوتر و توی قفس بود و قفس رو ندید آفرین آفرین اجازه بده من فاطمه گفتم بگو مبینا جان شما هم جواب سوال بعد شما جواب بده این سوال بزنید زیرا همیشه ده قدم که میره زیرا همیشه ده قدم که میره زیرا همیشه ده قدم که میره به میله های قفس میرسی درست شد؟ به میله های قفس میرسی
ولی حالا که در قفس باز مانده بود ببینید یه بار دیگه میگم، زیرا همیشه 10 قدم که میرفت به میله های قفس میرسید، درست شد؟ ولی حالا که در قفس باز مانده بود به یک بوته یاس به یک بوته یاس پر از گل رسیده بود. یه بار دیگه میخونم اگه جا مونده. ببخشید شاید این به درسمون رفتی نداشته باشه، ولی درسای آزادمون رو خودتون میخونید من نویسید؟ بله، که دیگه جوابشو داشته باشیم. زیرا پس بچه یه بار دیگه من میخونم، زیرا همیشه 10 قدم که میرفت به میله های قفس که میرسید ولی حالا که در قفس باز مانده بود به یک بوته یاس پر از گل رسیده بود. سوال سوم ببینید چی میگه. میگه چرا شیر کوچولو به قفس برگشت؟ یعنی شما به من گفتی سوال سوم. بله مبینا جان جواب. خانم ببخشید من یه سوالی داشتم. ببینید من الان خیلی حال می‌کنم، من یه هفته رو می‌ذارم بچه، من سی‌دی رو حتما می‌ذارم اگه اجازه اگرم جایی رو مثلا موندی ننوشتیم، یا اگر امروز مای سوال ها رو کردیم، حتما PDF سوال های این درس و سوال های درس پنجم PDF شدید درست میکنم و توی گروه تون میزنم، اصلا نگران نباشید. باشه؟ ممکنه یه جایی مثلا غلط املایی داشته باشیم، یه جایی متوجه نشده باشیم و شاید امروز نرسیم. اگرم نرسیدیم تموم کنیم، حتما سوال پاسخ سوالات این درس و درس گذشته رو براتون PDF می‌کنم و توی گروه می‌ذارم، اصلا نگران نباشید. خب مبینا خانم سوال سومو به ما جواب بده. چرا شیر کوچولو به قفس برگشت؟ زیرا نگهبان باغ وحش غذای شیرها رو که آورده بود یه دفعه بوی غذا رو شیر کوچولو متوجه میشه، بعد دوباره 10 قدم بر میگرده وارد چی میشه؟ قفسش میشه. خب میریم سوال چهارم. آیا شناختن کوه و آسمان با برداشتن قدم 11 ارتباطی داشت؟ لنا خانم جواب بده. لنا جان نه خانم، چون که اگه قدم 11 رو برمی‌داشت که نمی‌رسید به کوه. میگه آیا شناختن کوه و آسمان با برداشتن قدم 11 ارتباطی داشت؟ آره بله. بچه اگه یه خود قدم بیشتر برمی‌داشت خب وارد چیز می‌شد؟ وارد می‌شد، می‌اومد توی دنیای بیرون رو می‌دید، ممکنه کوه رو می‌دید، آسمون رو می‌دید، جنگل رو می‌دید و هر آنچه توی اون جنگل بود، جنگل که نبود، باغ وحش بود، هر آنچه که توی باغ وحش بود اونا رو می‌دید. پس ارتباط خانم از نظر من، چون که اگه قدم 11 رو برمی‌داشت که فقط می‌دیدش، نمی‌تونست جای دیگه بره، چون فقط قدم 11 رو برمی‌داشت. ببین اگه قدم 11 رو برمی‌داشت اولا که سرش رو میله‌های قفس می‌خورد، درسته لنا جون؟
ولی اگر مثلا در قفسش باز بود میتونست بیرون رو نگاه کنه دیگه، درسته لیلا جان؟ بچه سوال ادامهش، اگر به جای شیر کوچولو بودید چه میکردید؟ اینو فاطمه جان جواب بده. فاطمه خانم اگر به جای شیر کوچولو بودی چی کار میکردید؟ بزن که به خوابم میرفتم تو بکنم. آفرینم تو با دنیای اطراف بچه آشنا میشد، هی رفته اونجا خوابیده، بلند میشد میرفت جلوتر، دنیای اطرافش رو میدید. حالا میگه ممکنه که در آینده بچه شیرها، یعنی اون اگه بچه دار بشه، بچه های اون ممکنه کوه رو ببینن، نمیدونم مثلا اون اتفاقات یا در واقع میشه پیش دو محیط اطراف و باقی وحش رو میکنن اینها ببینن، ولی اون عادت کرده بود که همش توی قفسش باشه و بیشتر از 10 قدم هم بر نداره. خب گل دخترا ببینید، الان خانم نماینده، اولا این که سوال 3 تا سوال درس 5 هم هست، خب با سوال های اینا امروز من پی دی اف میکنم، حتی توی گروه میذارم، اصلا نگرانش نباشین که آشنا بشین با جواب سوالا. و یکی ویس داستان خانمو، خانم نماینده شما زحمت بکش، بقیه دوستامونم الان آبا خانم روز شنبه رو برای ما اجرا میکنه. آبا خانم، خانم من جمع. بله خانم. آبا خانم بله خانم، شما امروز تا ساعت 6 بعد از ظهر وقت داری وایس داستان خانم برای من بفرستی. خب وایس به همراه یه عکس زیبا با کتاب و یک شال خوشگل. این از این. بعد برای یک شنبه کیا تا هر کی داوطلب میشه اینجا اسمشو بذاره، من اجازه بگه بزنه من. فاطمه جان سلام. من بخونم نخوندم، ولی نمیدونم باید که بخونم، میتونم هم بخونم؟ خب پس برای یک شنبه مخصان جان، پس یادت باشه برای یک شنبه هم مخصان خانم میشه. خب من برای دو شنبه بشم قرار شد اینجا من بذاری، هر کی میخواد داوطلب باشه من بذارم، من بذاره اینجا یه من بذارم. آخه کسی که اول انتخاب کردیم رو برمیدارین دیگه. ببین زهرا جان اینجا باید یه کامنت من بذاریم که من اینجا متوجه بشم. باشه رها جان، الان اینجا هلنا، بچه همه تو یه بار قصه رو گفتیم، همه کامنت بذاریم. بله همه تو یک بار قصه خوندیم. خانم اجازه شما مگه نگفتیم مثلا اگه باز خونده باشن دوباره مثلا الان همه تو یک بار خوندیم هلنا جان، درسته؟ خب برای دوشنبه بله شما دوشنبه باشم، آخه من اول نظر گفتم ولی شما مثلا از شنبه انتخاب کردی. اجازه بده من یه نگاه بزنم، برم کامنت های قبلی ها یه نگاه بزنم. خب اجازه بدیم از اینجا میشه اینجا الان هلنا برده. خب دوشنبه میشه هلنا، اجازه بدیم من از اینجایی که اینجا کامنت گذاشتم میخوام هلنا، بعدش میشه رها خانم هستن، رها کهرم، همه تون میخونیم دوباره رها کهرم سه‌شنبه. من الان به خانم نماینده میگم که یادداشت کنه، بعد از رها خود خانم نماینده. پس بچه ها ببینید تا چهارشنبه مشخص کردم. خانم نماینده شما شنبه باشه، اجازه بدید بچه ها قرار شد که فقط تا چهارشنبه باشه. من الان میخونم اسما رو، شنبه آبا، خب یک شنبه مهسا، حواستون دیگه باشه مهسا خانم شما باید بدون یک شنبه باید وایس تو برای من تا ساعت 6 بفرستید. دو شنبه اما ما دنبالم نتونستم بشه الان که میکنم دیگه کلاس های درستتون که تموم شد آماده کنیم و برای من بفرستیم. پس دوشنبه هلنا، سه شنبه رها، چهارشنبه لنا.
خانم نماینده اینا رو یادداشت کردی عزیزم؟ خانم لنا سومین بارش میشه اگر بخونم. نه نه لنا خانم چندمین بارت میشه؟ میشه سومین بار. اگر سومین باره پس نه، اگر سومین باره میدیم به اجازه بدیم من میخوام به ترتیب بیام. میدیم به پرارین جا. پس پرارین میشه برای چهارشنبه. درست شد خانم نماینده؟ یه بار برای ما بخون خانم نماینده. نه برام بخون. بخون برام. شنبه آوا، یک شنبه محسن، دو شنبه هلنا، سه شنبه رها، چهار شنبه پرالی. ممنون عزیزم. پس گل دخترا حواسشون باشه دیگه، من بهشون مثلا وایس نمیدم. الان من حواسشون میفرستم عکسشو. آفرین. پس قرارشو به این صورت باشه خانم لنا خانم عکسشو میفرسته، یعنی مشخص کردید کیا هستن. دیگه خودتون با حواستون باشه. خب؟ پس من همه‌شون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. امیدوارم که همیشه سالم و شاد و خرم باشین. خدا نگهدار. خدا حافظ خانم.